سلام دوستان عزیز من ابراهیم سلیمی هستم در خدمت زن هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر از کانال آموزش آنلاین ویدیوی امروزی ما در رابطه با طراحی چنل آرت یا بنر یا چنل کاور برای کانال یوتیوبی هست برای انجام این کار ما از نرم افزار استفاده می کنیم این نرم افزار را باز می کنیم و سپس ما یک تمپلیتی که قبلا دانلود کرده ایم را از آن استفاده می همانطوری که در این تیمپلیت مشاهده می کنید ما چندین قسمت داریم قسمت که با رنگ تیره تر مشخص شده و سپس روشنتر و روشنتر این قسمت که به صورت تارکترین رنگ مشخص شده است قسمت تکست و سیف ایریا هست که با عباد 1546 در 423 مشخص گردیده است این ناحیه ناحیه ای هست که تمام عناصر ما باید حتما در این قسمت قرار بگیرد با نوان مثال متون، لوگو و تصاویر دیگری که دوست داریم در چنل آرت من قرار بدیم حتما باید در این ناحیه قرار بگیرد. اگر در این محدوده یا این محدوده قرار بدیم و انتظار داشته باشیم که در موبایل نشان داده شود غلط است. این امکان وجود ندارد. حتما شما این ناحیه را در نظر بگیرید. برای تمام دستگاه ها مثل موبایل، تابلت و کامپیوتر و تلویزیون قابل نمایش خواهد. این هم از نکاتی در رابطه با قرارگیری عناصر در این تمپلیت همانطوری که مشاهده می کنید این تمپلیت از تعداد زیاد لایه تشکیل شده است اگر من می خواهم بر روی این تصویر کار کنم و عنوان مثال بک‌گراند این تصویر را یا این تمپلیت را تغییر بدم حتما باید یک لایه داشته باشم برای اینکه این کار را انجام بدیم از منوی لایر استفاده می کنیم و سپس گزینه فلت ایمیج رو انتخاب می کنیم. همان که مشاهده می کنید تمام لایه ها تبدیل به یک لایه شد و دوبار کلیک کردن برای این لایه از حالت قفل بودن خارج می سپس کلید اوکی رو فشار می حالا یک نکته ای که اینجا وجود دارد حتما من باید از خطوط راهنما یا گایدلاین استفاده بکنم چون اگر من بکگراوند این تصویر را تغییر بدم دیگر هیچ ناحیه برای راهنمایی در این قسمت وجود نخواهد داشت به عنوان مثال می بینید زمانی که ما می خواهیم این تصویر رو تغییر بدیم چون خطوط راهنما نداریم توانیم بفهمیم که عناصر خودمون رو در کجا و در کدام قسمت قرار بدیم پس من کلید های ترکیبی کنترل پلاس آر را در صفحه کلید فشار میدم این خطوط وسطی رو من لازم ندارم چون فقط برای مشخص کردن وسطی تصویر هست یادمان باشد ابزار موو را حتما باید انتخاب کنیم این ابزار را انتخاب میکنم سپس با عملی درک اند دراپ کشیدن و رها کردن خطوط یا را, را برای ناحیه سیف اریا تراحی می کنم به این صورت حالا من بکراند این تصویر رو تغییر میدم مثل دفعه قبل حالا خطوط راهنما رو من دارم حالا میفهمم که ناحیه سیفریای من در این قسمت هست من می توانم تمام عناصر خود را در این قسمت قرار بدم برای سهولت در انجام کار و انعطاف پذیر بودن آن من حتما از این تصاویر که قبلا طراحی کردم استفاده می کنم. شما عزیزان می توانید تمام این عناصر را به صورت تک تک طراحی کنید ولی من به خاطر اینکه زیاد وقت گیر نباشد این عناصر را قبلا طراحی کردم فقط با استفاده از drag and drop در تیمپلیت خودم قرار میدم. برای انجام این کار ابتدا بر روی ابتدا ابزاری select یا move را انتخاب بکنید. سپس بر روی اولین عنصر کلیک بکنید. سپس کلید شیفت را در صفحه کلید پایین نگه داشته و بر روی عناصر بعدی به همین ترتیب کلیک بکنید. سپس عناصر را با استفاده از عمل رک ان دراپ در این قسمت قرار بدید برای اینکه فقط از حالت انتخاب خارج کنید در ناحیه تصویر کلیک کنید بعد می توانید عمل جا جایی بر روی عناصر را به صورت تک تک انجام بدید این تصویر من کمی بزرگ هست من برای انجام این کار از کلیت های ترکیبی کنترل پلاس تی برای استفاده ابزار ترانسفورم استفاده می کنم سپس کلید آلت را در صفحه کلید فشار میدم و یک از گوشه ها به سمت داخل میکشم حالا من از نتیجه کارم راضی هستم از کلید های جهتدار بالا پایین چپ و راست می توانید برای جابجایی تصویرتون نیز استفاده بکنید خب عزیزان چنل آرت ما تمام شده است حالا ما می این را ذخیره بکنیم برای ذخیره آن هم می توانید از فرمت پی استفاده بکنید چون برای دفعات بعدی بسیار مهم هست اگر به آن مراجعه بکنید می توانید بر روی تک تک لایه ها به صورت جداگانه کار بکنید و عمل این اطاف پذیری را راحت تر می من از کلید های ترکیبی کنترل پلاس شیفت پلاس صفحه کلید استفاده می کنم بعد گزینه سیو آن مای computer بعد من در میز کار دسکتاپ انتخاب کنم و بر پوشه ای تست و نام آن چنل آر تیمپلیت با فرمت پی اس می باشد. سخیره می کنم. پس مجددا کلید های ترکیبی کنترل پلاس شیفت پلاس اس را فشار می دم. سیو آن کامپیوتر. این بار با فرمت جی پی جی ذخیره می کنم. در میزی کار در پوشه ای تست و در این قسمت نتیجه نهایی من برای شما نشان خواهم داد من قبلا از کامپیوتر خود شات کردم و برای شما نشان می دهم که به چه صورت نمایش داده خواهد شد شات از موبایلم هست و این هم از کامپیوتر خب عزیزان به پایان ویدیوی امروز رسیدیم امیدوارم این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد لطفا کانال ما را سابسکرایب کرده ویدیوهای ما را شیر لایک و کامنت کنید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار